آقای اسماعیلی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو در رادیو زمان پذیرفتید. سلام عرض میکنم در خدمت شما هست. آقای اسماعیلی، 4 کشور کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا یه بیانیه مشترک رو صادر کردن و مهلت 6 ماهه به ایران دادن برای پاسخگویی در خصوص شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای PS752. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در طول 3 سال گذشته همواره از پاسخگویی در خصوص این مسئله سر باز زده، همونطور که در طول 43 سال گذشته این کار رو کرده در موارد مشابه، فکر میکنید که عملکرد جمهوری اسلامی در طول این 6 ماه چطور خواهد بود؟ خب ابتدا اگر که در مورد خود بیانیه دیروز صحبت بکنیم، چند نکته حائز اهمیت در این بیانیه هست که در واقع نشون دهنده تغییر استراتژی دولت هاست تا حدی، چون بنا بود که به سازمان ایکائو برن، سازمان جهانی هوانوردی، ولی خب در تابستان گذشته، بهار و تابستان گذشته که جدیتر شد بردن این پرونده، یک گروه 4 نفره وکلا رو استخدام کردند و این استراتژی رو بنا گذاشتن که از طریق دیوان بین المللی دادگستری در لاهه رو ببرن پرونده رو. درست. نکاتی که میشد اشاره کرد در بیانیه که مهم بود و فرق داشت با گذشته، اشاره به عمدی بودن به حمله به پرواز PS752 بود و دیگر اینکه اشاره به مسئولیت‌های جنایی یا کیفری کسانی، هر کسی که نقشی داشته در سرنگون کردن پرواز، برجهت این قدم مهمی بود که برداشته شد و 6 ماه همونطور که گفتیم به جمهوری اسلامی فرصت داده شده برای حکمیت، که در واقع این بخشی از پروسه قانونی برای رسیدن به دادگاه لا هست. اگر جمهوری اسلامی در هفته آینده اعلام بکنه که به هیچ وجه همکاری نخواهد کرد و این رو اگر جرأت بکنه و بر روی کاغذ بیاره، دولت ها میتونن بلافاصله پرونده رو به لاهه ارجاع بدهند، ولی من گمان کنم که طبق معمول با روش های تأخیری که دارن سعی کنن این 6 ماه رو ازش استفاده بکنن. درست. ارجاع این پرونده به دادگاه بین‌الملل لاهه فکر میکنید که چه تأثیری خواهد داشت، هم در مورد روشن شدن حقیقت خود این واقعه و هم در وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی در جهان؟ شما ببینید جمهوری اسلامی الان در محاصره پرونده های حقوقی است. بعد از دادگاهی که در سوئد برگزار شد و حمید نوری به حبس ابد محکوم شد، بعد کمیسیون یا شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته حقیقت یابی رو تشکیل داد که جنایات 100 و چند روز اخیرشون رو بررسی بکنه و حالا پرونده PS752 بعد از 3 سال، به حال این فشارها رو بر جمهوری اسلامی بسیار زیاد خواهد کرد، به رسوا شدن این حکومت در جهان بسیار کمک خواهد کرد. خبر دیروز رو در خیلی از رسانه‌های جهان من شنیدم که بازتاب دادند و دوباره این جنایت مطرح شد، جنایت‌های دیگه مطرح شد و این به نظر من در روندی که مردم ایران پیش گرفتند بسیار کمک خواهد کرد در منزوی شدن جمهوری اسلامی و در نهایت سقوط این حکومت. خب پس با این حساب، رفتن این پرونده به دادگاه لاهه فکر می‌کنید چه تأثیر بر این جنبش اعتراضی اخیر ایران خواهد داشت؟ به نظر من خیلی امید میده به مردم، به خانواده ها. برای شخص خود من از دیروز با امید بیشتری میتونم پیگیر بشم این پرونده رو و همچنین اتفاقاتی که در واقع انقلابی رو که در ایران داره رخ میده. به هر حال حواس ما در 3 سال گذشته بسیار معطوف بود به این پرونده و بعد از این هم خواهد بود، ولی در کل تلاشمون رو کردیم که در کنار انقلاب ایران باشیم. در 3 ماه گذشته هر کاری که از دستمون برمی اومد برای انعکاس صدای مردم ایران انجام دادیم و پرونده پرواز PS752 یک حلقه ای از زنجیره جنایات جمهوری اسلامی است. این پرونده به دادخواهی 176 نفر و یک کودک به دنیا نیامده به لاهه میره، ولی به نمایندگی از هزاران هزار قربانی سازید.
شما در روزهای اخیر در انجمن خانواده ها چه واکنشی دیدین از طرف مقامات و دستگاه های قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با این بیانیه که صادر شد؟ جمهوری اسلامی فعالیتش رو قبل از صدور این بیانیه آغاز کرده بود، شاید از 15 روز قبل که شروع کردن دادگاهی رو در تهران پی گرفتن. دو جلسه این دادگاه پارسال برگزار شده بود و یک باره تصمیم گرفتن جلسه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتمش رو یک روز در میون پی بگیرند. خانواده ها رو بسیار ناراحت کرده بودند. در دادگاه رفتارهایی شده بود که اصلا شایسته در واقع حرمت خانواده ها رو نگه نداشتن و به توصیه هاشون، به خواسته هاشون هم توجه نکردن. البته من این رو بگم، خانواده هایی که در ایران شکایت کردند هیچ انتظاری از عدالت در جمهوری اسلامی ندارن، ولی در همین روند 6 ماه به نظر میاد که این دادگاه هم اهمیت پیدا بکنه که نمایشی بودنش و فرمایشی بودنش بر دنیا معلوم بشه. البته دیروز در بیانیه‌ای که نامه‌ای که وزیر محترم خارجه کانادا فرستاده بودن، این دادگاه رو محکوم کرده بودن و گفته بودن رو به رسمیت نمی‌شناسن. جمهوری اسلامی میخواد سعی کنه در واقع در این روند خلل ایجاد بکنه و کار رو سخت بکنه که من فکر نمی‌کنم موفق بشه. آقای اسماعیل، انجمن خانواده ها در طول این 6 ماه و بعداً در دادگاه لاهه که احتمالاً شکل خواهد گرفت چه نقشی خواهند داشت؟ ما خب یک نقشی که در 3 سال گذشته داشتیم در کمیته حیرتیاب انجمن بوده که مدارک و اسناد رو سعی کرده جمع بکنه و بعد از اینم به نظر من لازم است که کمیته حیرتیاب با وکلای پرونده اگر بشه همکاری مناسبی داشته باشه در 6 ماه آینده. و همچنین مهمه که ما اجازه ندهیم که در 6 ماه آینده هیچ گونه در واقع همکاری یا در واقع میتونم بگم مماشاتی با دولت جمهوری اسلامی بشه. این 4 دولت رو ما باید باشیم و در واقع نظارت بکنیم بر روندی که داره طی میشه. شما و انجمن خانواده ها عملکرد بسیار موفق داشتین در هزینه بر کردن جنایات جمهوری اسلامی برای این حکومت و همچنین در مسکوت نموندن جنایت ها. مردم چه در داخل ایران و چه در خارج خیلی با توجه به همین عملکردتون از شما خواستن که یک نقش بزرگتری رو به عهده بگیرین و ائتلافی شکل بدین در خارج از ایران و کمک کنید به پیروزی هرچه سریعتر این جنبش اعتراضی که داره شکل انقلاب به خودش فرهاد میگیره. آیا برنامه ای دارید برای این کار؟ خب سوالی که شما میپرسید در زمان کوتاه نمیشه بهش پاسخ داد، جنبه‌های بسیار متفاوتی داره. چیزی که من میتونم بگم، خب امیدوارم که بعد از این فرصت بیشتری باشه برای در واقع سازماندهی برای انقلابی که در ایران داره انجام میشه. من این انقلاب رو به صورت یک ماراتون میبینم و به نظر من همبستگی و سازماندهی در این انقلاب بسیار اهمیت داره. ما در همونطور که گفتیم در 3-4 ماه گذشته تمام تلاشمون رو کردیم. به هر حال نقش خودم من به عنوان دبیر و سخنگوی انجمن یک نقش حقوقی رو در واقع ایفا میکنم که بعد از سالگرد سوم باید در واقع در موردش فکر بکنم و ببینم چه کارهایی میشه کرد و این به نظر من در مصاحبه کوتاه خیلی نمیشه در موردش حرف زد. تجمع 50,000 نفری 1 اکتبر ما داشتیم و بعد توی برلین 80,000 نفر و این تکرار شد و بعد از اون فکر میکنم بود که خب یک موج بزرگی شکل گرفت که این انتظار بود که خب این اتفاقات تکرار بشه و اتفاقات قدم‌های جدی‌تری برداشته بشه. هر کاری که لازم بشه باید برای ایران انجام داد و کار یک فرد به نظر من نیست، کار افراد زیادی است. خب مردم، فقط این رو میتونم بگم، مردم و حتی خود من مدت ها منتظر احزاب شدیم که قدم پیش بگذارند و
اون ائتلافی که در موردش صحبت میکنن مردم رو در واقع انجام بدن، ولی خب اتفاق نیفتاده. از طرف دیگه ما باید مراقب باشیم و کاری نکنیم که باعث خوشحالی جمهوری اسلامی بشه و یا باعث این بشه که در حالی که الان بیشترین همگرایی وجود داره برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این همگرایی آسیب ببینه. به نظر من اگر که کاری که لازم انجام بشه باید با نهایت دقت و حوصله و بررسی انجام بشه و امیدوارم که دست کم بعد از سالگرد سوم سرنگونی پرواز وقت بیشتری باشه که به این مسائل فکر بشه و عمل بشه. بسیار عالی. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خیلی ممنونم. Thank you.